جوان 20 ساله میدونید دم انتخابات اینهاست. سطح آگاهی بسیار بالا رفته. یک جوان 20 ساله رو دیدم داره صحبت میکنه. میگه من توی این انتصابات اینها شرکت نمیکنم. وایستاده اونجا با دستکش بنایی داره این صحبت رو میکنه. صحبتش بسیار زیبا بود، در حد یک فرد با خرد بسیار بالا. آقا خرد مدرک تحصیلی نیست، آقا تو شغل نیست، تو میتونی یه آدمی باشی که دیپلم هم نداشته باشی، بسیار با خرد باشی، بسیار شجاع باشی، بسیار جسور باشی. حرف این جوان رو گوش کنیم دوستان. زیبا داره میگه چرا در انتخابات شرکت نمیکنه. سلام، راستش صحبتی داشتم راجب خودم تنها هم نیست، راجب کل ملت ایرانه. بلاتن این فیلمو دست به دست کنید، برسه به دست اون کسی که باید این فیلم رو ببینه. چه اصراری داری ما بیام رأی بدیم؟ چرا من بیام رأی بدم؟ تو که خودت داری انتخاب میکنی کی رو اونجا بذاری. و چرا بیام رأی بدم؟ هر کدومتون بدتر از نفر قبلی. یکی برگشت گفت خدا رو شکر من نشدم رئیس جمهور، دلار بشه 5000 تومان. تو که شدی رئیس جمهور دلار شد 60-70 هزار تومان. من نمیام رأی نمیدم، بدونی چرا؟ چون من با 20 سال سن صبح ساعت 6 صبح اینجا هم، شب ساعت 6 7 شب هم برمیگردم خونه. نه رفیقی میبینم، نه تفریح، نه هیچی، فقط کار خونه، کار خونه. خونه هم که میرسیم تا میخوایم یک شام بخوریم چی سری باید بخوابم که صبح زود بیدار بشم و خواب نمونم برسم سر کارم. تنها دغدغه من میدونی چیه؟ تنها دغدغه من اینه که کار فردام سبوتتر از امروز باشه. من موندم کشوری که این همه درآمد داره، چرا باید وضعیت من جوان این باشه؟ چرا باید هشت من گروه نو هم باشه با اینکه هر روز هر ساعت هم دارم کار میکنم؟ من نمیام رأی نمیدم، حداقل میدونم من نمیدم رأی ندادم، تو رو انتخاب نکردم که تو این بلا رو سر من بیاری، آخرش بسیزم که چرا به تو رأی دادم. من رأی نمیدم، نمیام. درود به شرفت، درود به خردت، درود به آگاهیت. کارگری آر نیست، پاکبانی آر نیست، ولی حقوق شرافت مندانه ندادن به شماها، این نشون دهنده خباثت است. توی خود همین امریکا بیشترین حقوق رو همین کارهای بدنی میگیرن. آقا کسی که کارگری میکنه، کارگری میکنه، حقوق خوبی میگیره، زندگی خوبی داره، میتونه ماشین داشته باشه، حتی میتونه با حقوق یک روز روزانش در طی یک دو سه هفته یک گوشی آیفون بخره. حالا یه جوون ایرانی باید بره سر کار که اون کار شاید هزینه غذاش هم نشه، هزینه یه نونی هم که تو روز میگیره نشه، اونم کار کارگری سخت. کارگری کار شرافتمندانه، کار شرافتمندانه است دوستان. این که حقوق شرافتمندانه به شما نده آخوند، اینجا ستم هست، اینجا ظلمه، اینجاست که باید بیستیم. کشوری هستیم بزرگ، کشوری هستیم دارای منابع. یکی از این حکام کشورهای عربی داشت مصاحبه میکرد، گفت دلیل ثروت شما نفت هست. مصاحبه گر داشت میپرسی، گفت دلیل ثروت ما نفت نیست، ایران نفت داره، ونزوئلا نفت داره، دلیل ثروت ما این هست که یاد گرفتیم اگه خودمون یه لقمه میخوریم، یه لقمه بدیم به مردم کشورمون. از روز اولی که نفت رو کش کردیم گفتیم این باید صرف کشور بشه، صرف مردم بشه، همه تو این شریکن، این مال همه است. حتی یک تار موی بدن اینها، این حکام خلیج فارس، در این بدن آخون نیست. اینقدر بی شرفن اینا، فقط باید بدوزه، ببینی کجا هست، اینجا بدوزم، اونجا بخورم، اونجا رو بکشم بالا، از این بدوزم، از اون بدو، از این مالیات بگی، از اون، یعنی تا این حد بی شرفی، تا این حد.